جلسه چهارم تحلیل آماری با نرم‌افزار آر رو شروع می‌کنیم. در این جلسه ساختارهای شرطی، ساختارهای فور، ساختار وایل رو مورد بررسی قرار خواهیم داد و در انتها با یک مثال کوچیک جلسه رو ختم می‌کنیم. در این جلسه هم توی گفتم ما ساختار شرط رو بررسی می‌کنیم. همونطور که خدمتتون گفتم ساختار شرط، ساختار فور، ساختار وایل و یک مثال رو در این جلسه خواهیم داشت. با ساختار شرط شروع میکنم، یا if. اگر دوستان با زبان برنامه‌نویسی خاصی آشنایی داشته باشن میدونن که یکی از ساختارهای پرکاربرد هست برای در واقع شرط گذاری روی متغیرها و اعدادی که وجود داره. ساختار تکرار مشخص یا for رو میبینیم. به این علت من اسمش تکرار مشخص گذاشتم چون از قبل میدونیم به چه تعداد باید در واقع یک کاری انجام بشه. دوتر بیشتر رو توضیح خواهم داد. ساختار تکرار نامشخص رو میبینیم یا while. این هم یکی از ساختاره هست که توی در واقع برنامه‌نویسی ها کمک میکنه برای اینکه حالا بیشتر توی مباحث ریاضی برای ماکسیموم سازی یا پیدا کردن یک شرط خاص از while استفاده میشه. میبینیم که چجوری این سه تا ساختاری که اینجا خدمتون گفتم به ما کمک خواهند کرد تا بتونیم مسائل متنوعی رو در واقع حل کنیم. در انتها یک مثال زیستی ساده ارائه میکنم تا کاربرد توابعی که توی جلسه با هم دیدیم بیشتر مشخص بشه. من که خدمتتون گفتم ساختار شرط یا ساختار ایف در واقع برای کنترل کردن شرایط هست، برای اینکه شما توی یک مسئله ممکنه فقط مقادیر خاصی از یک متغیر رو احتیاج داشته باشه، این متغیرهایی که توی یک بازه مشخص قرار داشته باشن مورد نیاز شما باشه. در این جور مسائل شما ساختار شرط یا ایف استفاده میکنید. با عنوان مثال ما جلسه قبل دیدیم که به کمک این دستور میتونیم یک متغیر تعریف کنیم مثل x، متغیر نومریک هست که عدد 2 رو توی خودش ذخیره میکنه. خب حالا شاید این عدد x توی یک محاسباتی به دست بیاد و ما در روال انجام تحلیل مقدار اون رو در دسترس نداشته باشیم و در یک جای برنامه‌نویسی لازم باشه چک کنیم اگر این متغیر در یک شرطی صدق میکرد حالا یک کار خاصی انجام بشه. پس ببینید که شما دنبال این باشید ببینید این متغیری که توی یک روالی محاسبه شده و ما در واقع قبل از اینکه محاسبات رو انجام بدیم مقدار این متغیر رو نمیدونیم، میتونیم به کمک دستور if و در نظر گرفتن در واقع عملیات منطقی که جلسه قبلی با هم دیدیم چک کنیم که آیا متغیری که داریم توی یک شرطی صدق میکنه یا نه. خب بر اساس اینکه اگر اون شرط صدق میکرد ما مسیر شماره 1 رو ادامه میدیم و اگر در اون شرط صدق نمیکرد مسیر شماره 2 رو ادامه میدیم. خب دوستان اگر خاطرشون باشه عملیات x بزرگتر مساوی با 1 توی نرم افزار R دو تا خروجی true و یا false باشه. خب این در واقع خروجی که به ما میده به ما کمک میکنه تا بتونیم راجع به ادامه روال تصمیم بگیریم. خب توی مسئله بعدی که اینجا با هم بررسی میکنیم تکرار مشخص هستش for که حلقه هم بهش میگن loop. در ساختار تکرار مشخص یک عملیات از قبل تعریف شده به تعدادی مشخص تکرار میشه. این ساختار به من کمک میکنه بتونم در واقع یک سری کارهای تکراری رو انجام بدم. به عنوان یک مثال فرض کنید شما بخواید در واقع مقادیر برداری که اینجا ذخیره شده رو نمایش بدیم. خب برای این کار باید اگر یادتون باشه جلسه قبل با هم دیدیم که باید x1 x2 x3 و x4 رو دونه به دونه فراخونی کنید و مقداراش رو ببینید. ساختار تکرار مشخص یا فور به شما کمک میکنه بتونید در واقع مقادیر رو به صورت متوالی پرینت کنید بدون اینکه نیاز باشه هر بار این مقادیر رو فراخونی کنید. ساختار کلیش به این صورت هست که خدمتتون می‌نویسم شما از یک نقطه آغاز میکنید تا یک نقطه پایان حرکت میکنید و یک عملیاتی رو تکرار میکنید. خب به عنوان مثال خاص برداری که من تعریف کردم شما میتونید ازش بخواید که برای در واقع i که i استارت شما هست، نقطه شروع شما هست تا نقطه پایان که وابسته به برداری x تون هست
یک عملیاتی رو تکرار کنید و این عملیات چیزی نیست جز پرینت خونه آیوم متغیر x. خب این ساختار یک ساختار تعریف شده کلی هستش، به صورت نمادین نوشته شده توی نرم افزار R. این ساختار مقداری متفاوته ولی بسیار شبیه به همین چیزی است که اینجا خدمتتون نوشتم. در اکثر زبان‌های برنامه‌نویسی این در واقع فور به همین صورت هست که شما از یک فور تعریف می‌کنید، از یک نقطه شروع می‌کنید تا یک نقطه یک کاری انجام میدین و در واقع خروجیشو بعد از اون میدین. مطلب بعدی ساختار تکرار نامشخص یا همون while بود که اینجا می‌خوام بیشتر بررسی کنیم. در این ساختار یک عملیاتی که از قبل تعریف میشه به تعداد نامشخص تکرار میشه تا شما به نتیجه مطلوب برسید. مثلا فرض کنید شما دنبال ماکسیمم کردن مقدار یک تابع هستین، بعد انقدر یک کاری انجام بدین تا بتونید به اون ماکسیمم برسید و این تعداد تکرار برای هر تابع ممکنه متفاوت باشه. معمولا و طوری نمیشه بشه که این وایل توی زمان متناهی خاتمه پیدا کنه. در غیر این صورت اصطلاحی که به کار میره اینه که میگن برنامه توی لوپ افتاده و داره خودش رو تکرار میکنه. برای همین خاطر حلقه‌ای که توسط وایل نوشته میشن باید یک جای خاتمه پیدا کنن، وگرنه همینجوری ادامه پیدا میکنن تا بی‌نهایت کارشون رو انجام بدن. من که این مثال ارائه کنیم، فرض کنید شما در واقع عدد آی مساوی با 1 رو دارین و میخواین تا موقعی که در واقع عدد آیتون از 5 کوچیک‌تره یک کاری رو تکرار کنید. خب من تو هر مرحله یک دونه به مقدار آی اضافه میکنم و از نرم افزار میخوام که در واقع اون مقدار رو پرینت کنم. خب اگر این حلقه رو با هم چک کنیم، اولین مقداری که آی داره یکه، شرط چک میشه آی کوچیک‌تر از 5 نیست، یک یه دونه به آی اضافه میشه، مقدار 2 آی پرینت میشه و این روال ادامه پیدا میکنه تا جایی که آی به عدد 5 میرسه و نرم افزار متوقف میشه، چون آی در واقع در شرط آی کوچیک‌تر از 5 صدق نمیکنه. خب این آی مساوی با آی به اضافه 1 که من اینجا قرار دادم کمک میکنه که در واقع نرم افزار توی لوپ نره و از حلقه بیاد بیرون. این یک مثال از کاربرد ساختار وایل هستش. تقریبا به همین شکل توی نرم افزار آر استفاده میشه. حالا کدش رو جلوتر با هم خواهیم. این اسکریپت جلسه 4 هست که در کنار فایل های مجموعه قرار گرفته. شما میتونید از روشی که دست قبلی با هم دیدیم اونو فرق کنیم. من اینجا یک توضیح راجع به ساختار شرط توی نرم افزار آر دادم. همونطور که میدونید این موارد در واقع کامنت هست و اجرا نخواهد شد. ساختار شرط توی نرم افزار آر به این صورت نوشته میشه که شما اول به یه ایف احتیاج دارین تا به نرم افزار آر بگین که دارید ساختار شرط رو بررسی میکنید. توی یک پرانتز باید کاندیشنتون اون شرطی که دارید چک میکنید بیاد. حالا میتونه یک کاندیشن یا بیشتر از یک کاندیشن باشه، جلوتر با هم خواهیم دید. و به وسیله دو تا آکولات که یکی بازه یکی بسته میشه استیتمنتتون رو اعلام کنید. خب یه استیتمنتی که اینجا اضافه میشه در واقع کاریه که اگر این شرط برقرار باشه باید انجام میشه. یعنی این استیتمنتی که اینجا هست در صورتی اجرا خواهد شد که شرطی که اینجا نوشته شده برقرار باشه. این دستور رو آشنا هستید باش، برای ما 100 تا عدد تصادفی تولید میکنه. خب من این سطر رو اجرا میکنم. اگر یادتون باشه ما با دستور مینه ایکس میتونیم میانگین بردار ایکس رو مشاهده کنیم. خب این میانگین برابر با عدد نیم هستش. تو اسکریپت های پایین میخوایم یه مقداری با ساختار ایف آشنا بشیم و اینکه چجوری توی نرم افزار آر نوشته میشه. خب اولین در واقع دستوری که نوشتم ایف مینه ایکس کوچیک‌تر از 1 then print یک عبارت. اتفاقی که میفته اینه که شما در واقع از نرم افزار آر میخواین که میانگین بردار شما رو چک کنه. اگر کوچیکتر از عدد 1 بود در واقع یک عبارتی رو برای شما پرینت کنه تا متوجه بشه که اون کاندیشن در واقع برقرار هست. من فعلا این قسمتش رو می‌نویسم. اگر این در واقع کد رو اجرا کنیم می‌بینیم که دستور yes پرینت میشه. خب اگر من در واقع این جهت نامساوی رو عوض کنم و بزرگتر از 1 داشته باشم هیچ اتفاقی نمیفته و اون شرطی که اینجا نوشته بودم برقرار نیست. در نتیجه استیتمنتی که اینجا اعلام شده اجرا نخواهد شد. خب شما میتونید همین شرط رو در واقع بزرگتر از -1 رو هم چک کنید و میبینید که در واقع خروجی که به شما میده یکسان هست، چون در این شرط هم صفر میکنه. یعنی در واقع شما میتونید جهت این اعداد، جهت این نامساوی رو عوض کنید، اعداد رو قبل از تابع بنویسین یا بعد. خب شرط مساوی اگر خاطرتون باشه بود، دو تا مساوی توی نرم افزار آر بود، یعنی در واقع عملگر منطقی اون دو تا مساوی بودش.
همونطور که میبینید ما میتونیم با دستور if min x مساوی با 0 کالکولات بازار بسته print yes باشه. چیزی پرینت نمیشه بخاطر اینکه میانگین تو شرطی که ما داریم صدق نمیکنه. اگر دستور بعدی رو نگاه کنید این دستور مخالف هست، علامت هجم مساوی شرط مخالف بودن رو چک میکنه. این خط رو اگر اجرا کنید میبینید که در واقع جواب yes رو به شما برد. این در واقع یک مقدمه بود از ساختار if توی نرم افزار R که چجوری نوشته میشه. شما علاوه بر اینکه میتونید در واقع توی استیتمنتتون که بین دو تا آکولات قرار میگیره از حالا دستورهای print برای پرینت عبارت‌های کاراکتر استفاده کنید، میتونید ازش بخواید یک مقدار مشخص رو برگردونه و بر اساس اون مقدار تصمیم گیری کنید. همونطور که میبینید ما ازش خواستیم که اگر میانگین x بیشتر از 1 بود عدد 2 رو برگردونه. اگر این کد رو با هم اجرا کنید ببینیم که عدد 2 برمیگرده چون میانگین x کوچیک‌تر از 1 هستش. خب این کار به شما کمک میکنه مثلا این مقدار رو در یک متغیر ذخیره کنید و بعداً با این متغیر کار کنید و مقدارش رو در واقع کنترل کنید. یک دستور دیگه داره نرم افزار R به اسم if else. if else به شما کمک میکنه که در واقع به طور همزمان بتونید چک کنید که آیا شرط برقرار هست و اگر برقرار نیست هم ازش به صورت صریح مطلع بشید. دستورش به این صورت هست if else پرانتز باز بسته. شما سه تا آرگومان لازم دارین. اول آرگومان شما تست شماست، چیزی که دارین آزمونش میکنید ببینید آیا برقرار هست یا نه، و دو تا پارامتر yes و no داره. yes به این معناست که اگر این استیتمنت برقرار بود من چه کاری انجام بدم، و no به این معناست اگر استیتمنت برقرار نبود چه کاری انجام. من ازش خواستم اگر کاندیشن برقرار بود مقدار 1 رو برگردونه و اگر کاندیشن برقرار نبود مقدار 2 رو برگردونه. این دستور حالا با توجه که طولانی هست من از همین بالا اجرا میکنم. میبینیم مقداری که برای ما برگردونده مقدار 1 هست که متناظر با مثبت بودن شرط است و نشون میده که شرطی که ما نوشته بودیم برقرار. ما از همین ساختار میتونیم استفاده کنیم و چک کنیم که آیا مقادیری که در یک دوا بردار ذخیره شدن توی شرطی صفر میکنن یا نه. با عنوان مثال فرض کنیم که من لوگاریتم مقادیری که در این بردار ذخیره شدن رو در واقع میخوام چک کنم ببینم آیا کوچکتر از صفر هستن یا نه. ازش خواستم اگر کوچکتر از صفر بودن به من مقدار NA رو برگردونه و اگر بزرگتر از صفر بودن خود مقدار Y رو برگردونه. من این دستور رو اجرا میکنم. همونطور که میبینید سه تا از اعداد خودشون برگشتن. اگر من Y رو فراخونی کنم میبینم که سه تا از اعداد خودشون برگشتن. یکی از اعداد هستن که مقدار NA برشون برگشته چون در شرطی که نوشته شده صفر میبینید. همین ساختار رو شما میتونید به صورت مجزا هم داشته باشید به این صورت که بتونید در واقع چند تا دستور رو تو هر کدوم از استیتمنتاتون اجرا کنید. ساختار کلیش به این صورت هست که شما یک شرطی رو چک میکنید، اگر برقرار بود استیتمنت یکتون اجرا میشه و اگر برقرار نبود استیتمنت دوتون. همونطور که میبینید من باز شرط گذاشتم روی میانگین x، ازش خواستم که ببینه آیا بزرگتر از صفر هست یا نه، اگر بود y رو مساوی با 1 قرار بده و اگر نبود y رو مساوی با 2. من این خط رو اجرا میکنم. همونطور که میبینید اگر ما مقدار y رو ازش بخوایم که برامون پرینت کنه میبینیم مقدار 1 رو گرفته، پس متوجه میشیم که استیتمنت 1مون برقرار شده، یعنی میانگین x ما بزرگتر از 0. ممکنه شما بخواید تو هر کدوم از استیتمنتاتون بیشتر از یک دستور رو اجرا کنید. همونطور که میبینید اینجا ما یک دستور اجرا کردیم و اینجا هم یک دستور. ممکنه شما لازم باشه که تعداد بیشتری دستور رو تو یکی از استیتمنتاتون اجرا کنید. برای اینکه این کار انجام بدید یادتون باشه دستور آکولات باز و آکولات بسته به شما کمک میکنه. در واقع بیگین و اند، نقش بیگین و اند رو داره که در نرم افزار دیگه هم هستش و کمک میکنه که شما بتونید شروع و پایان یک در واقع استیتمنت رو کنترل کنید. همونطور که میبینید من توی پرانتز کاندیشنم رو گذاشتم و با یه آکولات باز و یه آکولات بسته در واقع میخوام اولین استیتمنت هم رو بنویسم. تو اولین استیتمنت هر چند تا استیتمنت بخوام میتونم اینجا بنویسم، فقط بعد اونها رو به وسیله سمیکالن از هم دیگه با عنوان مثلا این شرط ایفی که اینجا داریم میبینیم بیا چک میکنه آیا میانگین x کوچیک‌تر از صفر هست، اگر بود y رو مساوی با 1 قرار میده و بعد یه دونه به مقدار y اضافه میکنه. در غیر این صورت یعنی اگر میانگین x کوچیک‌تر از صفر نبود y رو مساوی با 2 قرار میده و y رو در عدد 8 ضرب میکنه. همونطور که میبینیم من تو هر کدوم از استیتمنت ها بیشتر از یک دستور رو اجرا کردم.
این خط رو من اجرا میکنم و مقدار Y رو پرینت میکنم. همونطور که میبینید عدد 16 برگشته که مشخصه در استیتمنت دوم اجرا شده، چون شرطی که ما نوشته بودیم برقرار نبوده و شرط دیگه اون اجرا شد. اینجا یه مثال کوچیکی ارائه شده برای اینکه کاربرد if و else رو با هم دیگه ببینیم. شما فرض کنید قیمت یک محصولی برابر با 100 واحد هست و خریدار شما اگر فرد A باشه، شما میخواید بهش 12% بیشتر ازش در واقع پول بگیرید، اگر فرد B هست 6% بیشتر، و اگر فرد C هست به هر علتی میخواد همون قیمت اولیه رو ازش بگیرید. این یه مثال خیلی ساده و کوچیکی که میتونه ساختار if رو برای شما توضیح بده. خب من قبل از اینکه دو تا خط رو اجرا کنم راجع به ساختار ایفی که اینجا نوشته شده توضیح میدم خدمتتون. خب اولین ایفی که ما گذاشتیم توی پرانتز چک کردیم آیا کلاینت برابر با فرد A هست یا نه. به کمک یک در واقع آکولات باز و یا آکولات بسته این شرط رو از بقیه شرط‌ها جدا کردیم و یه متغیر جدیدی به اسم توتال پرایس تعریف کردیم که TOT.پرایس هستش و از نرم‌افزار می‌خوایم اگر این شرط برقرار شد مقدار TOT.پرایس رو ضرب در واقع 1.12 رو تون ضرب 12% بیشترش رو محاسبه کنه و در متغیر توتال پرایس ذخیره کنه. و در غیر این صورت ازش می‌خوایم که یه کار دیگه ای انجام بده، همونطور که می‌بینید از اینجا تا اینجا برای شرط else بعدی هست. خب دوباره من چک می‌کنم اگر کلاینت من مساوی با B بود ازش می‌خوام که این دفعه این عملیات حساب کنه 6% اضافه کنه به قیمت، و اگر هیچ کدوم این شرط نبود یعنی یک else دیگه ازش میخوام که در واقع همون قیمت اصلی رو در نظر بگیر. من کلاینتم رو اینجا برابر با A قرار میدم، پرایسم رو هم 100 قرار میدم و این مجموعه از کدها رو اجرا میکنم. یادتون باشه شما میتونید با سلکت کردن یک منطقه از کدها، یک تعدادی از کدها، اونها رو با همون دستور کنترل R و یا دکمه ران بالا در واقع اجرا. من یه تیکر اجرا میکنم و ازش میخوام که در واقع عددی که توی متغیر توتال پرایس من ذخیره شده رو به من نشون بده. عدد 112 هستش، نشون میده که کلاینت من نفر A بوده و شرط اول برقرار. این مثالی که اینجا خدمتتون ارائه کردم در واقع نستد ایفا معروفن و ایفایی که میتونن تو هم دیگه باشن و به صورت همزمان کنار هم دیگه شروط مسئله شما رو کنترل کنن. ساختار بعدی که با هم بررسی میکنیم ساختار لوپ، حلقه یا همون فور هستش. روی اسلاید هم که با هم دیدیم تقریبا به همین صورت نوشته بودیم، حالا یه مقداری تفاوت خیلی جزئی داره که من اینجا توضیح میدم خدمتتون. شما میتونید به کمک فور یک پرانتز باز و یک پرانتز بسته یک لوپ وریبلی تعریف کنید، متغیر برای لوپتون تعریف کنید که یک مقادیری رو قراره بگیره. به عنوان مثال من اینجا ازش خواستم لوپ وریبل هایی که در بازه شروع و پایان من هستن و این بازه شروع و پایان رو در واقع اومدم با دو نقطه از هم دیگه جدا کردم، ازش خواستم برای این مقادیر یک کاری رو انجام بدم. در واقع نرم افزار R از نقطه شروع تا نقطه پایان محاسبه میکنه چه بازه‌ای هست، چند عدد در اونجا وجود داره و به ازای تمام عددی که اونجا وجود داره یک عملیاتی رو برای شما تکرار. مثالی که اینجا ارائه دادم ازش خواستم عدد 1 تا 10 رو برای من پرینت کنه. دستورش به این صورت هست که شما for i in 1 تا 10 پوش باز ازش میخواید که در واقع عدد i رو برای شما پرینت کنه. اگر اینتر رو بزنید به ترتیب دونه به دونه اعداد رو برای شما پرینت میکنه و نمایش میده. این کد رو جلسه قبلی با هم دیدیم، میدونیم که برای تولید اعداد تصادفی هست. 10 تا عدد تصادفی من اینجا تولید کردم. کاری که اینجا میخوام انجام بدم اینه که به کمک یه حلقه لوپ تک تک این مقادیر رو برای من نمایش بده. یه متغیر لوپ وریبل به اسم i دارم، یک بازه بهش میدم از 1 تا 10 چون میدونم 10 تا عدد دارم و ازش میخوام که خونه آیوم x رو برای من نمایش بده. اگه خاطرتون باشه در واقع این قسمت متناظر با خونه آیوم متغیر x هستش. من این کدها رو به طور همزمان مثلا یه تیکه اجرا میکنم، همونطور که میبینیم دونه به دونه اعداد پرینت میشن. حلقه فور به شما اجازه میده که علاوه بر پرینت کارهای دیگه هم میتونید توش انجام بدید. در واقع هر عملیات، هر تابعی که مد نظرتون باشه رو میتونید بین در واقع آکولات باز و بسته فور بنویسید و فور برای شما این کار رو
انجام میده. کاری که من اینجا انجام میخوام بدم اینه که میخوام تفاضل اعداد متوالی رو که در بردار X ذخیره شدن به دست بیارم. برای این کار لازمه که هر خونه رو منهای خونه قبلیش کنم. برای همین حلقه من از شماره 2 شروع میکنم، چون اینجا آی منهای 1 رو دارم و اگر از 1 شروع کنم خونه صفرم رو میخواد فراخونی کنه و همونطور که میبینید خونه صفرم عددی درش وجود نداره. به همین خاطر من اینجا آی منهای 1 قرار میدم و حلقه من از شماره 2 شروع میکنم. این سه تا خود رو اگر اجرا کنیم میبینید که اومده تفاضل متوالی رو به دست آورده. به عنوان مثال عددی که اینجا هست تفاضل خونه دوم و خونه اول هستش. ممکن شما بخواید اعداد رو اضافه کنید. در اینجا من یک کدی نوشتم که هر در واقع عدد رو در خونه X یه دونه اضافه میکنه و اون رو برای من نمایش میده. همونطور که میبینید این عدد X من هستن، به هر کدوم اونها عدد 1 اضافه شده و در نمایش میده. یه مقداری هم میخوایم حالا عملیات ریاضی هم اینجا انجام بدیم. من یک بار دیگه 1000 تا عدد تولید میکنم، عدد تصادفی، اونا در برداری به اسم X قرار میدن. اگر خاطرتون باشه خدمتتون گفتم که توابعی که توی R هستن یه سری از مقادی رو به صورت پیش فرض دارن. یعنی من تو تابع R یونی همونطور که میبینید یه N لازم داره که من واردش کردم و یه مینیمم و یه ماکسیمم. این مینیمم و ماکسیمم اگر توی تابع قید نشن به صورت پیش فرض مقادیر 0 و 1 رو میگیره. به همین خاطر من با این کد مطمئن هستم که اعداد تصادفی من بین 0 و 1 هست. دستور Y مساوی با نومری که 1000 به من اجازه میده که یک بردار به طول 1000 در نرم‌افزار R تعریف کنم و اسم اون رو Y بذارم. چرا این کار انجام میدم؟ برای اینکه میخوام اعدادی که از محاسبات به دست میاد رو توی بردار Y ذخیره کنم. کاری که اینجا انجام شده اینه که هر دو عدد متوالی به هم دیگه تقسیم شدن. خونه آیام به خونه آی منهای 1 مقدارش تقسیم میشه و در خونه آیام Y ذخیره میشه. من این سه تا کد رو اجرا میکنم. خب همونطور که میبینید Y مقادیری به خودش گرفته که حاصل تقسیم دو تا خونه متوالی در بردار X هستش. بیایم با هم پلات متغیر Y رو ببینیم. همونطور که میبینید این نسبت هولوش عدد صفر داره تغییر میکنه، غیر از بعضی از نقاط که به صورت تقریبا معناداری عدد بیشتری رو به خودشون گرفتن. این اتفاق توی در واقع دادای زیستی مخصوصا دادای ماکرری خیلی زیاد میفته. یعنی جایی که شما این نسبت تغییرات خیلی کوچیکه و شما خیلی راجع به روندش نمیتونید اظهار نظر کنید و نمیدونید که آیا بعضی از نقاط واقعا اختلاف معنادار دارن یا نه به خاطر تصادف این اتفاق. خب یه تبدیلی هست جلسه پیشم با هم دیدیم، لوگاریتم Y، که میاد لوگاریتم در واقع مقادیری که توی بردار Y هست رو ذخیره میکنه. اگر من ازش بخوام در واقع این مقادیر رو برای من پلات کنه، خب چیزی که من اینجا میبینم اینه که در واقع اکثریت اعداد باز هولوش صفر هستن، ولی این تغییرات خیلی بهتر نمایش داده شدن و اینجا خیلی بهتر میتونم متوجه بشم که یک سری از اعداد روند خاصی به خودشون گرفتن و در واقع تو اسکیل لوگاریتم مقدار بزرگتری هست. خب این تبدیل رو همونطور که گفتم خدمتتون توی یه سری از تحلیل هایی که با این تیپ داده سر و کار داریم میتونیم ازشون استفاده کنیم. خب حالا اینجا می‌خوایم به کمک در واقع حلقه فور یک سری عملیات تکراری رو روی ماتریس انجام بدیم. خب من با کد اول شروع می‌کنم. اول حجم نمونه‌ای که می‌خوام داشته باشم و انتخاب میکنم 100 ضرب در 100 10000 و از نرم‌افزار میخوام 10000 تا عدد توی بازه 0 و 1 برای من تولید کنم. این اعداد ذخیره شدن دارمشون و از آر همونطور که جلسه قبلی با هم دیدیم میتونیم به کمک این دستور یک ماتریس بسازیم. این ماتریسی که 100 تا سطر و 100 تا ستون داره و این آرگومان توران اگه خاطرتون باشه برای این بود که به صورت ستونی مقادیر ذخیره بشه. خب من یه ماتریسی دارم که میتونم کلاسش اینجا ببینم. این مثلا من یه ماتریس هستش، یه سری اعداد در ذخیره شدن. کاری که میخوام انجام بدم اینه که میخوام در واقع میانگین تمام ستون‌ها رو داشته باشم و اونها رو تو یک متغیر دیگه ذخیره کنم و بعدا مقدارش رو ببینم. برای این کار کاری که انجام میدیم اینه که اول یک در واقع متغیری لازم داریم تا بتونیم مقادیری که محاسبه شدن برای هر سطر رو به دست بیاریم.
این متغیر رو من RES قرار دادم اسمش رو، یک بردار تعریفش میکنم و تعدادی که ازش احتیاج دارم برابر با تعداد ستونهای ماتریس من هستش که با اسم مت معرفیش کردم. اگر یادتون باشه این کد تعداد ستونهای ماتریس رو برای شما برمیگرده. پس من یه آبجکتی دارم به اسم رز که برای من 100 تا خونه آماده کرده تا بتونم میانگین هر سطر رو محاسبه کنم و تو اون ذخیره کنم. یه کار تکراری هست، من به یه حلقه احتیاج دارم، یک متغیر تعریف می‌کنم به اسم آی و ازش میخوام این آی رو از 1 تا تعداد سطرهای ماتریس من تغییر بده و در واقع با این تغییر متغیر ازش میخوام تو هر مرحله خونه آیم متغیر رز من رو برابر با میانگین ستون آیام ماتریس هم قرار بده. اگر یادتون باشه به عنوان مثال من میتونم به کمک این دستور ستون سوم ماتریس هم رو ببینم، چون آگامان دوم من در واقع ستون رو مشخص می‌کنه. پس در اینجا ازش خواستم که در واقع تو هر مرحله به قصه به اینکه آی چه مقداری هست اون ستون رو فراخونی کنه، با تابع میانگین که یه تابع درون خود آر هست میانگین اون رو محاسبه کنه و مقدارش رو توی خونه آیام متغیر رز ذخیره. خب من این سه تا سطر رو همزمان اجرا می‌کنم. یه متغیر به اسم رز درست شد توی در واقع محیط وریبل انوایرمنت، میتونید ببینید که در واقع متغیر رز آماده شده و 100 تا خونه داره. کاری که اینجا میخوام انجام بدیم اینه که میخوایم در واقع پلات این بردار رو داشته باشیم و ازش میخوایم که اونو رنگ آبی برای ما نشون بده. خب من بزرگتر کنم، همونطور که میبینید در واقع اعدادی که ما تولید کردیم اعداد بین 0 و 1 بودن، میانگین هر ستون تقریبا میشه گفت اگر باز میانگینش رو نگاه کنیم هلوش همون عدد نیم هستش. این پلات داره به من میگه که هر ستون در واقع چه میانگینی رو داشته. همونطور که گفتم این در واقع میانگین ها هلوش عدد نیم دارن تغییر میکنن، همونطور که میبینیم میانگین تمام ستون ها چیزی تقریبا برابر با عدد نیم هستش که در حالا دوستانی که با مباحث آماری بیشتر آشنا هستن میدونن که اعدادی که ما شبیه سازی کردیم بین 0 و 1 بودن، به طور متوسط انتظار داریم که عددی برابر با نیم رو درشون ببینیم و محاسباتی هم که انجام دادیم این در واقع تئوری رو تایید. مثال دومی که برای در واقع دستور فور اینجا در نظر گرفتیم، می‌خوایم ترانهاده یک ماتریس رو یا حالا ماتریسی که از تعویض سطرها و ستونهای ماتریس اصلی به دست میاد رو به کمک دستور فور محاسبه کنیم. دستوری که اینجا داریم، این دستور باز حالا من تاکید می‌کنم، می‌دونیم که نیازی نیست که حتما آرگومانش مشخص باشه، اگر ترتیب رعایت شده باشه در اصل آرگومان‌های صحیح رو شناسایی خواهد کرد. این دستور رو من اجرا می‌کنم. در دستور دوم اگر خاطرتون باشه ما یک ماتریس در واقع داریم می‌سازیم که 10 سطح و 10 ستون رو داره. اگر خاطرتون باشه جلسه قبل هم دیدیم که این ماتریسی که ما داریم با دستور T پرانتز باز پرانتز بسته و فراخونی اسم ماتریس می‌تونیم به ترانهاده اون ماتریس برسیم. می‌خوایم این کارو به کمک دستور فور انجام بدیم تا اینکه یه مقداری بیشتر آشنا بشیم با نحوه نوشتن فور و اینکه چجوری می‌تونه به ما کمک کنه و در ادامه یک سری مسائل تکنیکی‌تر رو از اون ببینیم. برای این کار من در واقع ماتریسی احتیاج دارم به اسم T_MAT که منظورم ماتریس ترانهاده ماتریس اصلیم هستش. اون یک ماتریسی میسازم از صفر، تمام خونه‌هاش رو صفر قرار میدم و تعداد سطر و ستون‌هاش هم برابر با ماتریس مت هست. همونطور که میدونید ترانهاده ماتریس رو و تعداد سطر و ستون‌هاش برابر با تعداد سطر و ستون‌های ماتریس مت هستش. در اینجا چون من یک ماتریس مربعی دارم نگران تعداد سطر و ستون‌ها نخواهم بود و نیازی نیست که این دو تا آرگومان رو برعکس قرار بدم. اگر این سطر رو اجرا کنید برای شما یک ماتریس اینجا میسازه به اسم T_MAT. اگر اونو از اینجا نمایش بدیم ببینیم که تمام خونه هاش صفر هست، آماده هست که مقادیری که ما میخواییم رو بگیره. برای این کاری که انجام میدیم اینه که ما بعد هر در واقع المان آی و جیوم ماتریس ترانهادمون برابر با المان جیوم و آیوم ماتریس اصلیمون باشه، چون برای ترانهاده ماتریس محاسبه بشه. به همین خاطر من دو تا فور احتیاج دارم، یکی از فورها مسئول این هستن که روی سطرهای ماتریس اولی هم حرکت کنن، فور دوم مسئول حرکت روی ستونهای ماتریس اصلیم هست تا بتونم به هر کدوم از اون خونه هایی که میخوام در واقع دسترسی پیدا کنم و در نهایت مقدار در واقع ماتریس ترانهادم رو به دست بیارم. خب این توضیح بود که من خدمتتون ارائه دادم برای این قسمت. این چند تا کد رو من هایلایت میکنم و به صورت همزمان اجرا میکنم. یک بار دیگه برای اینکه کامل باشه توضیح، یکی از حلقه های فور ما روی سطر ماتریسمون حرکت میکنه و به ما اجازه میده که سطرهای ماتریسمون رو انتخاب کنیم. یکی از
فورها که با متغیر جی حرکت میکنه به ما اجازه میده که در واقع ستونهای ماتریس جیمون رو برداریم و با تعویض در واقع این سخت و ستونها بتونیم ماتریس ترانهادمون رو بسازیم. خب اگر من تی آندرلاین مت رو اجرا کنم میبینم که مقداردهی شده و سخت و ستونهاش عدد گرفتن. من که مطمئن میشم عملیات درست انجام شده، اگر ماتریس ترانهاده رو درست به دست آورده باشیم، خونه در واقع سطر اول و ستون چهارم ماتریس ترانهاده باید با سطر چهارم و ستون اول ماتریس اصلیمون برابر باشه. این کار رو برای اینکه متوجه بشیم در واقع این دوتا مقدار با هم دیگه برابر هستند یا نه، به کمک دوتا دستور مساوی انجام میدیم. اگه خطا اجرا کنیم مقدار true رو برامون برمیگردونه و متوجه میشیم که این دوتا مقدار با هم دیگه برابر هستن. اگر خاطرتون باشه همینطور که لحظات قبل هم خدمتتون گفتم، تی مت برای ما ترانهاده ماتریس مت رو محاسبه میکنه. اگر اون رو چک کنیم آیا با ماتریسی که خودمون به دست آوردیم و اسمش رو تی آندرلاین مت گذاشتیم برابر هست یا نه، میبینیم که تمام مقادیر ترو برمیگرده، نشون میده که محاسبات ما درست بوده و ماتریس ترانهاده به درستی محاسبه شد. نوشتن فورها شاید یه مقداری سخت باشه، اینکه شما بتونید در واقع چند تا فور رو تو هم دیگه بنویسید و اینها رو کنترل کنید که هر کدوم چه کاری دارن انجام میدن. و یک مسئله دیگه هم که مطرحه اینه که اگر شما فورهاتون تعداد زیادی رو شامل بشن، به عنوان مثال مثلا از عدد یک شروع کنید تا عدد مثلا فرض کنید 100 میلیون 200 میلیون و فور دومتون هم همینطور از عدد یک شروع کنید تا 200 میلیون، خب مشخصه که شما تعداد خیلی زیادی از محاسبات رو دارید تو این دوتا فور انجام میدید و معمولا کند میشه نرم افزار و در واقع خیلی زمان میبره تا خروجی رو به شما بده و همینطور نحوه نوشتنش هم یه مقداری مشکله. حالا جلوتر با هم توابع اپلای رو توی جلسه بعدی خواهیم دید. این توابع ما کمک میکنن، اصلا چیزی که در واقع بیان شده اینه که خیلی هندی هستن، خیلی راحت کار باهاشون، اینکه جایگزین خوبی برای فور و خیلی از توابع دیگه هستن و شما اجازه میدن که با در واقع یک خط دستور اون کاری که میخواید رو انجام بدید. توصیه میشه تا اونجایی که میشه از فورهای متوالی اجتناب کنید، چون اصلا هم خدمت وقتی تعداد فورها زیاد میشه و به خصوص اگر تعداد آپریشن ها عملیاتی که باید توی هر فور انجام بشه زیاد باشه، در واقع نفس آر مقدار کم میشه و در بعضی مواقع ممکن هستن جواب شما نده. به همین خاطر توابع جایگزین مثل اپلای هستن به شما کمک کنن. البته از لحاظ محاسباتی خیلی با هم تفاوت ندارن لحاظ زمانی، ولی نحوه نوشتنشون ساده تر هست و در واقع مدیریت اونها برای کاربری که داره کد می‌نویسه خیلی راحت تر، که در جلسه بعدی اونها رو اشاره خواهیم کرد و اطلاعات بیشتری راجع بهشون به دست بیاریم. آخرین دستوری که در واقع مرتبط با حلقه فور یا حالا لوپ بررسی می‌کنیم بریک هست. بریک به شما اجازه میده که در واقع یک حلقه رو خاتمه بدین قبل از اینکه به عدد آخرش رسیده باشید. به عنوان مثال اینجا حلقه فوری که می‌بینید قرار 10 بار یه کاری انجام بده و اون کار پرینت عدد i هست. ممکن به هر دلیل شما بخواید این کار فقط تا عدد 5 انجام بشه. به کمک شرط if و دستور break میتونم از حلقه خارج بشم و بهش بگم نیازی نیست تا آخر این کار انجام بدی. اگر به یک شرایطی رسیدی که مطلوب بود و مد نظر من بود کافیه و میتونی از اون در واقع حلقه خارج بشی. خب چیزی که اینجا میبینی یه حلقه هستش مجدد با یه آکولات باز و یه آکولات بسته، در واقع ساختار کلی حلقه نوشته شده. ازش خواستم آی رو از 1 تا 10 تغییر بده تو هر مرحله پرینتش کنه و اگر آی بزرگتر یا مساوی با 6 بود در واقع حلقه رو بریک کنه و ادامه نده. خب اگر این چند خط رو همزمان من اجرا کنم، همونطور که میبینی تا عدد 6 در واقع پرینت میشه و وقتی به عدد 6 میرسه در واقع عملیات پرینت متوقف میشه. این در واقع دستور بریک به شما کمک میکنه که بتونید در یک زمانهایی که خودتون تعیین میکنید از حلقه فور خارج بشین و بقیه عملیات رو در نظر نگیرید. در ادامه ساختار وایل رو بررسی میکنیم، ساختار تکرار نامشخص که همونطور که خدمتون گفتم مشخص نیست یک عملیاتی چقدر باید انجام بشه، به خصوص در مباحث ماکسیموم سازی توابع به روش عددی. اونجا این بحثا خیلی پیش میاد که مشخص نیست از اول چقدر باید یک عملیاتی انجام بشه و همین خاطر ساختار وایل در خیلی از زبانهای برنامه‌نویسی وجود داره، در زبان برنامه‌نویسی آر هم وجود داره با توجه به نیازی که بهش هست. خب برای اینکه بیشتر آشنا بشیم باهاش من اینجا یک مثالی زدم. در واقع میخوام مقدار i رو تا موقعی که کوچیک‌تر از 10 هست برای من
در واقع پرینت کنم. مقدار آی رو برابر با 1 قرار میدم برای شروع به کار. و حالا قبل از اینکه من این مثال رو به طور کامل توضیح بدم، شاید بد نباشه یه بار ساختار وایل رو با هم دیگه ببینیم. وایل هم مثل ایف هست، شما وایل رو می‌نویسین، یک پرانتز باز و یک پرانتز بسته دارین. داخل این پرانتز شما میتونید در واقع کاندیشن هاتون رو بنویسین، میتونه بیشتر از یک کاندیشن باشه بسته به نوع کار شما، و تا موقعی که اون شرایط برقرار باشه اون کار ادامه پیدا می‌کنه. من از آر میخوام که تا موقعی که آی کوچیک‌تر از 10 هست آی رو پرینت کنه و یه دونه به مقدار آی اضافه کنه. این چند تا سطر رو من به طور همزمان اگر اجرا کنم، همونطور که میبینید تا موقعی که آی کوچیک‌تر از 10 هست این حلقه تکرار میشه، یعنی با عدد 1 شروع میکنه چون شرط داره پرینتش میکنه، یه دونه به آی اضافه میکنه، آی مقدار 2 رو میگیره، هنوز توی شرط ما صدق میکنه، مجدد پرینتش میکنه، اینقدر این کار ادامه میده تا این شرط دیگه برقرار نشه. وقتی که این شرط برقرار نبود از حلقه خارج میشه. خب این مثال خیلی ساده از وایل بود، صرفا برای اینکه ساختارش رو ببینیم و بدونیم که چجوری کار میکنه. ممکنه کاندیشن هایی که اینجا هست تعداد خیلی زیادی باشه، عملیاتی که انجام میشه عملیات زیاد و پیچیده ای باشه، و خب همه اینها مستلزم اینه که شما نوع کاری که دارید انجام میدید و مشخص کنید و بر اساس اون کد هاتون رو بنویسید. مثال بعدی که از حلقه وایل براتون آوردم در واقع ترکیبی از وایل و ایف هست و دستوری به اسم نکست. دستور نکست به شما اجازه میده که بعضی از مقادیر رو در واقع در نظر نگیرید، ایگنور کنید و به مقدار بعدی منتقل بشه. به این مفهوم که کاری که اینجا داره انجام میشه اینه که من با مقدار x مساوی با 1 شروع میکنم و تا موقعی که x کوچیکتر از 5 هست یه کاری رو تکرار میکنم که این کار بین دو تا آکولاد نوشته شده. برای اینکه دستوراتم رو تو یه سطر بنویسم هر دستور رو با سمیکالن در واقع از هم دیگه جدا کردم تا مشخص بشه واقعا هر دستور از کجا شروع میشه و کجا خاتمه پیدا میکنه. خب برای این کار میخوام تا موقعی که x کوچیکتر از 5 هست مقدار x رو اضافه کنه. اگر x مساوی با 3 بود کاری انجام نده، next کنه، یعنی شرط بعدی while رو چک کنه و در نهایت در واقع مقدار x رو برای من پرینت کنه. این کد رو اگر اجرا کنیم همونطور که میبینید با عدد x مساوی با 1 شروع شده، شرط while x کوچیکتر از 5 برقراره چون x 1 هست، کوچیکتر از 5 هست، وارد حلقه میشه، یه دونه به x اضافه میکنه. اگر x مساوی با 3 بود کاری انجام نمیده، میره بعدی، در صورتی که این اتفاق نمیفته چون x مقدار 2 رو داره، مقدارش رو پرینت میکنه و مجدد حلقه وایلش رو چک میکنه، یه دونه به x اضافه میکنه، حالا x مقدارش برابر با 3 هست، در نتیجه next میکنه، یعنی از این حلقه‌ای که اینجا نوشته شده، یعنی در واقع از این دستوری که اینجا نوشته شده خارج میشه، پرینتی رو انجام نمیده و مقدار بعدی رو چک میکنه. این دستور next هم توی وایل به شما کمک میکنه تا بتونید در واقع به طور ناگهانی یک عملیاتی قطع کنید و به مرحله بعدی منتقل بشید. در ادامه برای اینکه با در واقع حلقه while for و if بیشتر آشنا بشیم، من یک مثالی آوردم از حلقه for و if از درش استفاده کردم. این مثال در واقع یک دنباله DNA شبیه سازی شده رو تولید میکنه و ما رو این دنباله DNA شبیه سازی شده حالا میخوایم یه سری خروجی ازش بگیریم که جلوتر میبینیم. همونطور که اطلاع دارین خب DNA از 4 تا نوکلئوتید به اسم A, T, C و G تشکیل شده. کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینه که میخوایم یک در واقع DNA تصادفی تولید کنیم به طول 1000 و حالا یک سری عملیات رو انجام بدیم که جلوتر با هم دیگه میبینیم. به همین منظور اگه خاطرتون باشه جلسه قبل دیدیم که ما میتونیم بردارهایی از نوع کاراکتر داشته باشیم به کمک دستور سی پرانتز باز و بسته، کاراکترهایی که احتیاج داریم اینجا می‌نویسیم. پس من این خط رو اجرا میکنم، مفهومش رو میدونیم که در واقع نوکلئوتاید برداری هست که 4 تا حرف A, T, C و G رو در خودش ذخیره کرد. بردار P رو من اینجا تعریف کردم 4 تا مقدار 1/4 داره. خب به این مفهوم که من میخوام نمونه گیری کنم از این بردار نوکلئوتایدم و انتظار دارم که از هر کدوم از این حروف با احتمال یکسانی اعداد انتخاب بشن. و همین منظور من یک برداری به اسم P تعریف میکنم 4 تا مقدار 1/4 داره همونطور که میبینید 4 تا مقدار 25% در ذخیره شده، به این معنا که من دنبال این هستم که تمامی حروفی که در این بردار هستند با شانس یکسان 1/4 انتخاب بشه. تابعی هست در نرم‌افزار به اسم سمپل که کار نمونه‌گیری رو برای ما انجام میده. اگه خاطرتون باشه
ما میتونیم با دستور help و فراخونی نام اون تابع در واقع اطلاعات بیشتری راجبش به دست بیاریم. سامپل تابعی هست توی نرم‌افزار R که حالا تعداد آرگومان داره، همونطور که میبینید به شما اجازه میده که از یک آبجکتی به اسم X که حالا میتونه وکتر باشه به یک حجم مشخص نمونه گیری کنید. به این معنا که الان برداری که من اینجا دارم مثلا میتونم ازش دو تا سامپل اختیار کنم. و آرگومان های دیگه هم داره به اسم ریپلیس و پروب که ریپلیس به شما در واقع اجازه میده که نمونه گیریتون رو با جایگذاری انجام بدید. به این مفهوم که اگر مثلا من تو مرحله اول از این بردار حرف تی رو انتخاب کردم، این تی رو کنار نذارم، تی رو یک جا یادداشت کنم، مجدد برش گردونم به این بردارم و همواره حجم برداری که دارم ازش نمونه میگیرم ثابت و یکسان باشه و تغییر نکنه. به صورت پیش‌فرض ریپلیس فالس هست و این کار انجام نمیشه، یعنی شما نهایت میتونید 4 تا سامپل از این بردار بگیرین، ولی کاری که ما میخوایم انجام بدیم اینه که میخوایم 1000 تا در واقع سامپل بگیریم، به همین خاطر این مقدار باید ترو باشه. آرگومنت دیگه به اسم پروب داره که بردار از احتمالات هست، حالا وزن‌های احتمالی هست که در واقع هر کدوم از این اعضای برداری که داریم ازش نمونه میگیریم با چه احتمالی اون اعضا میتونن انتخاب بشن. من همه اینا رو یکسان گرفتم، همه رو 1/4 گرفتم، به همشون شانس یکسانی برای انتخاب شدن دادم. حالا یک مثال کوچیک من اینجا کدشو می‌نویسم. سامپل یا آرگومانی داره به اسم x، آرگومان x شو من نوکلوتاید قرار میدم، یعنی به نرم‌افزار میگم که من میخوام از این بردار نمونه برداری کنم و آبجکت سایزش هم مثلا 2 قرار میدم. خب دو تا نمونه تصادفی از اینجا اختیار کرد. حالا اگر من این سایز رو برابر 5 قرار بدم به من ارور میده. چرا؟ چون که بردار اصلی من 4 تاست و من ازش میخوام یه نمونه به حجم 5 بگیرم و خب این کار امکان پذیر نیست. ولی این کار رو میشه با نمونه گیری با جایگذاری انجام داد، هم توی خدمتتون گفتم یه آرگومانی به اسم ریپلیس داره که شما میتونید اون رو برابر با ترو قرار بدین و برای شما نمونه گیری با جایگذاری انجام میده به هر حجم دلخواهی که نیاز داشته باشه. در واقع با همین توضیحی که من اینجا خدمتتون ارائه دادم، اینجا آبجکتی به اسم DNA داریم تعریف میکنیم که این DNA یک سمپل تصادفی هست از برداری به اسم نوکلوتاید که مقادیر ATC و G رو تو خودش ذخیره کرده و از R میخواییم که نمونه گیری رو با جایگذاری انجام بده و احتمال انتخاب هر کدوم از این اعضا رو ما در برداری به اسم P برای R مشخص کنیم. پس اگر من این کد رو اجرا کنم به یک سامپلی میرسم که 1000 تا نوکلوتید درش هست و میتونه نقش یک دنباله دی ان ای تصادفی رو برای من بازی کنه. بیاین حالا استراکچرش رو ببینیم. اگه یادتون باشه استراکچر به ما اطلاعاتی راجع به نوع متغیر، تعداد اعدادی که در اون بردار هستن و چند تا در واقع مقدار اولیه‌اش رو به ما نشون میده. همونطور که می‌بینید یک کاراکتر هست، 1000 تا مقدار درش هست و اینم چند تا از مقدار در واقع اولیه اون هست. خب ما میتونیم به کمک به عنوان مثلا دی ان ای 1 به ما اولین مقدار بردار دی ان ای رو برمیگردونه یا مثلا دی ان ای 24 24مین نوکلئوتیدی که تو این دی ان ای هست رو برای ما برمیگرد. کاری که ما میخوایم اینجا انجام بدیم اینه که میخوایم فراوانی هر کدوم از این نوکلئوتیدها رو توی این دنباله که اینجا میبینید به دست بیاریم. برای این کار باید بدونیم چند تا ای هست، چند تا تی، چند تا سی و چند تا جی و اونو تقسیم بر 1000 که در واقع طول دنباله هست. خب روشی که اینجا انجام میدیم به این صورت هست که برداری به اسم A تعریف میکنیم. A مساوی با C پرانتز باز بسته. اگر A رو نگاه کنید A خالی هست، استراکچر چیزی نداره و به شما اجازه میده که خونه به اسم A داشته باشی و اونو دائم پر کنید و شما از قبل مقدارش رو نمیدونید که چند تاست. به کمک این دستور یک متغیر تعریف میشه به اسم A که شما دائما میتونید بهش مقدار اضافه کنید هر چقدر که بخواید. در واقع هر چقدر که رم سیستم شما اجازه بده میتونید بهش مقدار اضافه کنید و در نهایت خروجیش رو بگیرید. کاری که باید انجام بشه اینه که یک حلقه نوشته بشه، تمام مقادیر دی ان ای چک بشن، اگر برابر با مقدار A بودن اون در واقع خونه‌ای که برابر با مقدار A به این اضافه بشه، اگر نبودن حالا اون کار انجام نشه. به همین خاطر من یک فرم می‌نویسم از 1 تا 1000 و توی این آکولاد باز و بسته یک شرط میذارم، میگم اگر دی ان ای آیوم مساوی بود با ای، اون موقع کاری که انجام میدین این که بردار ای که ساختم رو مساوی قرار میدی با ای که از قبل بود و آی رو بهش اضافه میکنی. اتفاقی که میفته اینه که اگر مثلا خونه پنجم برابر با ای باشه، بردار من از حالت سی به حالت A مساوی با C5 در میاد و
به من میگه که تو خونه پنجم شما یه دونه A داری. همینطور این روال ادامه پیدا میکنه. در واقع خونه بعدی که برابر با A باشه آیش در اینجا ذخیره میشه و یک بردار به دست میاد که طولش از الان مشخص نیست چون نمیدونیم چند تا در واقع A توی دومل دی ان ای مون هست و در نهایت وقتی این حلقه به اتمام برسه من یک برداری دارم که دقیقا به من میگه در کدوم نقطه از این دی ان ای مقدار A ذخیره شد. من این در واقع سه خط دستور رو اجرا میکنم و از اینکه اجرا میشه در واقع تو قسمت environment شما میبینید که A یک متغیری هست، نیومریک هست و 228 تا عدد در اون ذخیره شده. اعداد دقیقا پوزیشن یا جایگاهی در دنبال دی ان ای هستن که نوکلوتید A در اونها دیده شده. خب اگه من این رو فراخوان کنم میبینید که به عنوان مثال در 114مین خونه این دنبال دی ان ای در واقع نوکلوتید A دیده شده. همین کار رو میتونم تکرار کنم، یعنی یک T بسازم، این حلقه رو تکرار کنم، ازش بخوام چک کنه آیا مساوی با T هست یا نه. البته دوستان دقت کنم هم تو قبلیه و هم تو این A به صورت کاراکتری نوشته شده، چرا؟ چون دنبال DNA کاراکتر هست و باید دقیقاً براش مشخص کنیم که باید مقداری که اینجا فراخونی میشه با چه چیزی کنترل بشه و این دوتا مقدار سمت چپ کاراکتر هست و سمت راست هم باید کاراکتر بشه. این دستور رو هم اگر ما اجرا کنیم میبینیم که در واقع برداری به اسم T ساخته میشه که جاهایی که نوکلوتید T دیده شده رو برای ما ذخیره. همین رمند رو من برای C و G هم دارم، میتونم اونها رو هم اجرا کنم. C و G همینطور که میبینید در واقع مقادیر C و G نشون میدن در کدوم پوزیشن دنبال دی ان ای C و یا G مشاهده شد. بعد از اینکه در واقع این مقادیر اجرا شدن، A, T, C و G هر کدوم به عنوان یک بردار ذخیره شدن، اگه خاطرتون باشه ما برای بردارها اتریبیوتی به اسم لنف و یا طول رو داشتیم که ما کمک می‌کرد تعداد اعضایی که در اون بردار هستن رو شناسایی کنیم. به عنوان مثال اگر من این قسمت رو اجرا کنم میدونم که در بردار A من 228 تا عدد وجود دارن، یعنی 228 تا پوزیشن یا جایگاه در دنبال دی ان ای. پس میدونم که 228 بار نوکلوتید A در این دنباله دیده شده. اگر لنف دی ان ای رو هم اجرا کنم عدد 1000 رو به من برمیگردونه چون دی ان ای من 1000 تا نوکلوتید. برای اینکه فراوانی رو به دست بیارم فقط کافیه تعداد A ها رو تقسیم کنم به تعداد کل دنباله 0.228، تعداد T ها تقسیم بر تعداد کل 0.269 و بقیه مقادیری که برای فراوانی A, T, C و G در واقع برای درصد A, T, C و G در این دنباله به دست میاد. فراوانیش که به کمک دستور لنف به دست میاد اگر تقسیم به تعدادش بشه فراوانی اونو برمیگرد. شاید خیلی راحتر هم بشه این کد رو نوشت اگر در واقع شما هم به این موضوعش فکر میکردید. درست هست، شما میتونید بردارهاتون رو در واقع اینجا بسازین. این چهار تا خط خاطرتون هست بردارهای خالی برای ما میسازه، همونطور که میبینید تمام مقادیر خالی هستن و فقط یک بار این حلقه فور رو اجرا میکنید. هر بار چک میکنید آیا برابر با یک مقداری هست یا نه. اگر برابر به عنوان مثال با A بود یک در واقع اون پوزیشن رو به بردار A اضافه میکنید، اگر برابر با T بود به بردار T و همینطور تا آخر. پس اگر من یه تیکه کد رو اجرا کنم اعدادی که اینجا به دست میارم هم در واقع تغییر با عدد قبلیم نه. یک مثال ساده بود برای اینکه بتونیم مفهوم if و for رو و کاربرد اون رو بهتر بشناسیم و بدونیم که چجوری میتونیم از در واقع دیتامون اطلاعاتی که لازم داریم رو به دست بیاریم.